پور ابراهیم همکارم از پاریس ما رو همراهی میکنه. این گزارش هایی که وزیر کشور فرانسه بهش اشاره میکنه شامل چه مواردی هست نیلوفر؟ اونطور که وزیر کشور فرانسه گفته از رنج شکل‌های مختلفی از یهودی ستیزی ثبت شده، از توهین و ناسزا و نشانه گذاری اماکن گرفته تا ضرب و جهر و تهدید. اونها این در واقع پرونده ها یا این اقدامات تحت موارد مختلفی جرم انگاری شده خیلی از اونها، از جمله توجیه مثلا تروریسم، توجیه تروریسم و همینطور ایجاد نفرت عمومی و دستگیری های هم انجام شده که وزیر کشور فرانسه بهش اشاره کرده. این تعداد اقدام یعنی 1518 موردی که توی این حدوداً 40 روز انجام شده در فرانسه، سه برابر کل سال گذشته سال 2022 هست و همینه که فرانسه رو نگران میکنه. وزیر کشور فرانسه یک بار دیگه میگه که دارن تمام تلاششون رو میکنن و از افراد مختلف در جامعه فرانسه میخوان که جنگ در خاورمیانه رو به داخل فرانسه نکشونن. اشاره میکنه به اقدامات اسلام ستیزانه، میگه مواردی بوده مثلا حملاتی یا تهدیدهایی که علیه مساجد شده، اقدام به تهدیدهایی این که اقدام به مرگ ممکنه بکنن و یا حتی در واقع حملات تروریستی انجام بشه، ولی میگه در مقایسه با آنچه که یهودی ستیزی داره اتفاق میفته قابل مقایسه نیست. خیلی از اقدامات یا صحبت‌ها در مورد مسلمانان فرانسه رو هم میگه توی صحبت کارشناسان در رسانه‌ها بوده و به همین دلیله که میگه کمیته‌ای که مسئول نظارت بر رسانه‌های فرانسه است رو مسئول این کرده که به طور مشخص این موضوعات رو، گفتگوها رو برای هر دو طرف در واقع پیگیری بکنن. میدونیم که شکل‌های مختلفی داره، مثلا همین دیروز یک گروه 8 نفره از کودکان و نوجوانان 11 تا 16 ساله در فرانسه دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتن به خاطر اینکه یک ویدیویی رو منتشر کرده بودن که در به شدت هم در فضای مجازی فرانسه پخش و منتشر شده بود که در اون در متروی پاریس در واقع شعارهای بسیار توهین‌آمیزی رو علیه یهودیان میدادن. همین موضوعاتی که توی فرانسه بسیار خبرساز و بحث برانگیز میشه. میدونیم که نگرانی‌های بسیاری داره دولت فرانسه در این زمینه، به همین دلیلی که داره تمام در واقع نیروی خودش رو بسیج میکنه برای جلوگیری از این اقدامات که حالا برخی از اونها مثل نشانه گذاری بر روی دیوارها با ستاره داوود رو هم گفته بود ممکنه کار یک دولت خارجی به طور مشخص روسیه باشه. ممنونم از توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.